سلام سلام مخلص، مخلص خیلی خوش اومدید به چنل خودتون خودتون. ما اینجا بعد از مدت ها با امیر تتلو. بالاخره اومدیم، بله ما رو پاره کردین، حقم داشتین. آره خب خودش ولی ما هم حق داشتیم. به خدا حاجی، میگن ترکش و ریاکشن برید، چکاش نمیشه، نمیشه. کپی رایت میخوره بچا. مثلا این گدایش که اومده بود، آها آره حسن بابا ریمیکسش کرده بود، مثلا درست فوشاشو چیز کرده بود، حذف کرده بود، آره ما میخواستیم ریاکشن بریم. نمیشه بچه ها، نمیشه واقعا، کپی رایت کپی هم رایت بد میخوره، میخوره، نمیشه از اصلا. دست ما ناراحت نشی، از دست ما کاری واقعا بر نمیاد. خب اما الان یه 10 تا ویدیو داریم از تتلو واسه ما فرستادید خوبه دیگه، شما بفرستید ما میریم، نمیفرستید نمیریم. منطقی بود. آره منطقیه دیگه. خب آره، یه 10 تا ویدیو با هم میبینیم، لذت میبریم، تا آخر ویدیو همراه باشید، عشق کنیم دیگه. بریم بیاین، Let's go. لایک ها بالا، سابسکرایب کامنت. دمتون گرم. لایک ها بالا، سابسکرایب کامنت پایین. بله. خب بریم ببینیم امیر تتلو چیکار کرده و چه چیزایی برامون فرستادید و امیدوارم خب یه چیزایی فرستاده باشید که کپی رایت نخوره. ای وای من. ببینیم دیگه. یه گزینه اومده، حالا کپی رایت هم یه گزینه اومده روش. خب که آهنگو حذف میکنه، فقط دکلمه شاعر، دکلمه خواننده میمونه. خوب نداره. اگر هم خورد اونطوری میذارم، ناراحت نشید دیگه، دیگه آره. درک کنید. خب آماده اید آقا؟ آره لتس گو. دوست عزیزم هستیم، نوازنده بشکن. آزادی بشکن. از اون بالا میاد یک دست او، از اون بالا میاد یک دست او، یکی او میخوره یکی دیگه کاهو. گل سرخ لبای تو یه دم نوش با آروم میکنه، خرم هوای تو منو دلم مرده برای تو، نرو پیکرم میگیره با تو فرم عاشق شدم رو، بلندوی صدای تو برام مثل یه گهواره موزیکه، با تو دورم از این دنیا با انگار که تو آغوشه. لایواش یه جوریه، میدونستی لایواش یه جوریه؟ یا لایو کنسرتی منظورم نیست، فقط چی؟ حتی لایوی که خودش هم تو گوشی مثلا داره سولو میخونه، انقدر شبیه میخونه به آهنگ که امکان داره کپی رایت بخوره. باورت میشه این قضیه رو؟ بچه های خیلی عجیبه. آره باورم میشه. تو فکر کن انقدر شبیه خود ترک بخونی که کپی رایت بخوره، مگه میشه همچین چیزی اصلا؟ آره خودش دورم از این دنیا با انگار که تو آبوشه، یه سیاری کوچیکه من دزار تو بیا. چقدر قشنگ این ترک. ببینید من چون خودم بچه طلاق هستم، میدونم که بچه طلاق هستم، بچه طلاق بدی هم هستم، یعنی که خیلی از لحاظ مالی هم ما تحت فشار بودیم و خیلی ضعیف بودیم، زیر خط فقر. حتی کمیته امداد هم ما، من و مادرم فرم پر کرده بودیم برای کمک. چقدر تو آدم بزرگی هستی که به این روشنی داری میگی، حالا که خودت گفت واقعا. بله دقیقا، چقدر آدم بزرگی هستی که الان تو این شرایطه و واضح داره میگه. اصلا نبین اهل گندگوزی نیست، یارو میاد 4 تا ترک میده الان جهیدن، مثلا میدونیم تو در دهات داره زندگی میکنه. خب نمیگم در دهات بد، خب یه وقت بد برداشت نکنید، منظورم اینه که آقا یارو هیچی نداره، پول مول و اینا، ولی میاد ادعاش میشه گندگوزی. فرما یارو تتلوه داره اینطوری میگه، میگه من کجا بودم. باشن میاد با... اینی که از کجا میای و یادت نره خیلی خوبه. آره واقعا این خیلی خوبه. چه ریش و سیبیلی هم داشته جون. آره اون موقع بدتر از من. پر پر کرده بودیم برای کمک. چقدر تو آدم بزرگی هستی که به این روشنی داری میگی، حالا که خودت گفتی. آره. من میخوام آمار بدم از سوپرمارکت کار کردن تو. بله اوکیه، این چیزا آر نیست به نظر من. هر کسی که رو پای خودش باشه کار دیگه و کارگری کرده باشه، کارگری به نظر من با غیرت ترین کاره، چون یه مرز بین کارگری و فساد. میتونی کارگر باشی، میتونی
بزنی تو کار دزدی کنی. دزدی کنی. ببین یک جملت انقدر منو تحت تاثیر قرار داد. قشنگ. آدمی که با این شهرت، این شهامتو داشته باشه که بگه آقا من می‌خواستم برم زیر پوشش کمیته امداد. تا واقعیت این عالیه پسر. دمت گرم. اصلا همینه که تتلو رو متمایز میکنه از بقیه واقعا. بله. بعد اصلا کار آر نیست. بعضی الان میگن نه. چرا؟ برم این کارو کنم، من برم اون کارو کنم. من یعنی اوایل کاری که شروع کردم تو داروخونه اینا 4 ماه مفت واسه یه بنده خدایی کار میکردم. خب کارآموز بودم. 4 ماه صبح و شب تی میزدم داروخونه رو و فقط یعنی 1 دقیقه من نمیشستم، نمیذاش بشینم. 4 ماه با این که من 1 ماه کارو یاد گرفتم، حقوق نداد، گفت بعد 4 ماه واسم کار کنی. گفتم باش. باورت میشه اینو؟ من تو 1 ماه همه چی رو یاد گرفتم، ولی گفت به تو حقوق نمیدم. گفتم باشه نده، مثلا اینجا فقط بمونم که بعدن آره یاد بگیرم من پول بده. آره کار آر نیست بچه. آره واقعا طبیعت سر لجبر داشته با من نمیاد ایشی حتی حرفاش بکارم اصلا هم نمیخوام به عقب برم از خونمون میاد فقط درداش بیادم من باری یه حس انتقامم باره از فوش و گلایم باره گیر و گره باره حرف و کنایم دلم مالش بده آتیش میافته به جونم شبا شب از تنهایی انقدر دود گرفتم تا جونم در تو هم داری الکی پپ بیشک یکی از بهترین آهنگای تتلو. خیلی خفن. یکی از بهترین آهنگای تتلو. آدم خیلی حسش میبونه. یادت اولین بار که من گوش کردم کجا بودیم؟ نه تو ماشین بودیم داشتیم برمیگشتیم از شمال بودیم کجا بود؟ آها آره انقدر ببین من آره. اینو تازه شنیدم، شاید باورتون نشه اینو هنگو. خب آره اینو من تازه شنیدم و انقدر واسه من سنگین بود آهنگ. بگو چی کاری که نباید میکردم و کرد. سیگاری نیست ولی 2 ساعت هم سیگار کشید. مگه میشه همچین چیزی؟ من یعنی انقدر تحت تاثیر قرار گرفت که اصلا میتلبید اون لحظه آجی. من اصلا گفتم مهسا نمیشه الان، من باید دود بگیرم الان از یه چیزی. آره. سیگار گرفتم کشیدم. اصلا خیلی انقدر حالم بد شد با این آهنگ. آره. اصلا آهنگش چجوری میاد روان آدم تاثیر خیلی عجیبه. بچه‌ها ببین کم پیدا میشه آهنگ رو تاثیر بذاره انقدر زیاد عمیق. آره آره من بغض کرده بودم سیگار میکشم اصلا. ای وای مگه میشه همچین چیزی؟ فقط تتلو میتونه این کارو بکنه. یفته به جونم شبا دیشب از تنهایی انقدر دود گرفتم تا جونم دارا تو هم داری الکی پپ پر میشینه این فهم نه عمیق میدونم لباد ولی من هنو پای حرفم همو میبینی که دارم میخونم برات میزن تازیان پشت شلاغ و شلاغ پشت زر اون زمین وحشی به من میزنه بدم میزنه میزنه که وحشی بشم میزنه جوری که انگار وقتش بخشیده شم همه خوب و زش میکشم میگیره قلبم شده همشبم شما که سری چقدر زیبا. همینو بگم رو بدنت خیلی خالکوبیه، دوست دارم که یکی از خالکوبیاتو راجعش توضیح میدی که توش خیلی چیزا نهفته است. خالکوبی مادرم بله درسته بعدها متوجه میشه خالکوبی مادرم چقدر چیز نیست توش نهفته است. راجب مادر یه توضیح آره راجب مادر من اگه بخوای حرف بزنیم میتونیم بگیم فرشته، به خاطر اینکه مادر من واقعا یک فرشته بود و هست و خواهد بود. یه چیز داره میگه You always was a black queen ماما تو پاک میگه. من اینو به مادرم میگم You always was a white queen. میگه تو پاک گفته که You was a black queen ماما You always was a black queen. تو همیشه یه ملکه سیاه بودی. خب حالا نمیدونم چرا اینو گفته ولی میگه الان تتلو گفت You were always was a white queen. ملکه سفید بودی. آره queen ماما تو پاک بودی. من
اینو به مادرم میگم you always was a white queen. این که این ملک هست من. بله خسته از مردم شهر، خسته از اون که تو میخوای بشی و من خودشم، بازم ریمیکس. خسته از الکل شهر، پاک خونه از دم پرشم. بازم ریمیکس. این ریمیکس ها لعنتی پاره میکنن آدمو، دیتش یه جوری روانی میکنه آدمو. محرمه الان اصلا تو رو خدا یه بار دیگه دلم میخواد گوشش ندم. دلم تنگ شده بود. هر سری ما جمع میشیم دیدی توی دور همی و اینا، امکان نداره اینو با هم دیگه عربده نزنیم این آهنگو، امکان نداره. بعد فرقی هم نمیکنه از بچه کوچیک همه بلدن ساله تا مثلا یه مرد 50 ساله 60 ساله اینو زمزمه میکنم. بله امروز داشت تو ماهواره گدایشو پخش میکرد، موزیک ویدیو گدایشو داشتم محسن میگفتم، گفتم این لامصب چرا هیچ وقت تکراری نمیشه؟ حالا اگه پیج اینستاگرامو داشته باشید من استوری گذاشتم، نوشته بودم این لعنتی هیچ وقت تکراری نمیشه. آره هیچ وقت. بچا آهنگایی که حالا شما هر آهنگی دوست داشته باشید زیاد گوش بدید زده میشید، ولی ما همیشه آهنگ تتالی تو ماشین گوش میدیم، هیچ وقت هم خسته نمیشیم. فقط درخواست میدیم که اونم بذار، اینش هم بذار، آهنگ فلانش هم بذار. از نظر من محرمه الان اصلا محرمه چندین سال پیش نیست، چون من خودم کسی بودم که قاطی این داستان و تو جو این داستان. نیازی نیست که بیشتر و بیشتر اینو ادامه بدیم، چون هرچی بیشتر ادامه بدیم شیره خوری های زیر علامت بیشتر میشه، دختربازی ها بیشتر میشه، چشم و همچشمی ها بیشتر میشه. الان انقدر جماعتی که از این قضیه دارن سوء استفاده میکنن زیاد شدن که من احساس میکنم از اینجا به بعد اصلا ادامه پیدا نکنه سنگین تر. اینو کی گفته تتلو؟ واقعا چه سال اینو گفته؟ خیلی خیلی قدیمیه این. الان خیلی زمانی که تو ایران بوده فکر کنم. حاجی ما ببین من خودم همیشه طرفدار این بودم که اگر قرار عزاداری هم باشه عزاداری داخلی باشه نه بیرونی. خب و هیچ وقت من بیرون نرفتم غیر از زمانی که حالا بچه بودم و این دوقل می‌زدم و این چیزا، مثلا 6 7 سالم من از اون موقع تا حالا دیگه هیچ وقت بیرون هیئت نرفتم و عزاداری نکردم، چون به عقیده من خب من خودم آقا نمیگم نکردم، من دختر بازی کردم به وقتش. ولی اگر تو عزاداری واقعا دیگه تو این یک ماه حداقل تو اون 10 روزی که دست مسته میاد نکن. خب اگر تو عزاداری میخوای بکنی برو داخلی عزاداری کن. و من حالا اون زمانی که عزاداری میکردیم و اینو میرفتم کجا، هیئت‌هایی که مثلا زیر زمین خونه بودن، نمیدونم فقط مردا بودن توی جا میرفتن تکیه جمع میشدن. خب اینجوری نیست مگه حاجی؟ ما پارسال و مهسا من نمیدونستم همچین وضعی. مهسا یه بار من گفت بی بریم چیز مثلا اطلاعات بریم این جاهایی که معروفه، سیزده آبان بریم تو پیروز و اینا. گفتم بریم چه خبره؟ یه بار حاجی رفتم چشت روز بعد نبینم پشمام ریخ از این حجم دختر و پسر، خیلی عجیب بود. بلایند دیت به قرآن اصلا مگه میشه؟ مثلا اینطوری دختره پسره اینطوری میکردن سرشون بالا میکردن، ای مثلا سرشون به همو دید اینجوری. خداحافظ بریم. خب دوتا بعدی وای خیلی خیلی اوضاع بد بود، خیلی اوضاع خراب بود و تتلو داره در مورد همچین چیزی داره صحبت میکنه. میگه شیره زیر علم زیاد میشه، یارو شیره میزن بره زیر علم بتونه بلند کنه. مثلا خیلی اصلا ببینید فساد و اینا خیلی زیاد میشه، حالا در موردش صحبت نکنیم بهتره. بلش بگذاریم. به 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 چقدر حال میده تتلو. بچه ها نمیشه آهنگاشو ریاکشن بریم وگرنه من خدامه بچه ها. بابا هر کدوم ترکاشو دوبار وگرنه ریاکشن میرفتیم نمیشه، شکی نکنید نمیشه. چقدر زیبا، چقدر حالات، خیلی چیکرش، خیلی حالات بچه ها.
خیلی خوب بود، دمتون گرم. شما نظرتون رو بنویسید دیگه بچه ها، بفرستید دیگه چیز میز جدید پیدا جدید بفرستید دیگه. بابا ما همه رو رفتیم، مگه چقدر تطلو ویدیو داره؟ ببین آخه واقعا تطلو انقدر آدم گندو، انقدر آدم پریه که هر چقدر بیاد صحبت کنه، هر چقدر بیاد حرف بزنه بخونه کمه، به خاطر همین زیاد ازش بفرستید دیگه تو اینستاگرام و اینا. بچه ها لایک سابسکرایب کانتیاتون نره، دوستتون داریم کلی زیاد. تا ویدیوی بعد مخلص.